قشنگ برای خودشون برنامه ریزی میکنن. یه ده هستن اینا بهشون میگن جاجینگ تایپ، پرسیوینگ تایپ، آدم هایی هستن که واسه هیر اند ناو زندگی میکنن، اصلا هر چیزی که بخواد بهشون روی اسکیجولشون بذاره و اینا اصلا حالشون رو خراب میکنه. دوست دارن هر لحظه هر کاری که دوست دارن انجام بدن. هر کدوم اینا یه ادوانتیج داره یه دیس ادوانتیج داره، نمیتونیم بگیم این بهتره یا اون بهتره. بنابراین چقدر خوبه توی کاری قرار بگیریم که همونو ریکوایر میکنه. کسی که پرسیوینگ تایپ هستش از روی اسکیجول کار نمیکنه معمولا کسایی هستن که توی موارد امرجنسی که همون لحظه باید تصمیم بگیرن، انقدر همه دوره زندگیشون آخرین لحظه last minute کاری کردن، انقدر توش خوب شدن که معمولا دکن احتیاج به برنامه ریزی جلتر ندارن و خیلی بهتر میتونن موفق باشن و کارشون رو انجام بدن. بنابراین چقدر خوب هستش که هر دو رو داشته باشیم و بدونیم که توی کدومش ما بهتر هستیم. و در ضمن با اینم باز دوباره لیست جابایی در میادش که به تیپ پرسونالیتی ما میخوره. و دیگه values اینطوری، یه موقع ما تا وقتی که توی یه جاب قرار نگرفتیم متوجه نیستیم که چه چیزایی هستش که جز ارزش کاریمون هستش. ممکنه خیلیا بدونن که خب من دوست دارم یه کاری داشته باشم که پولش خوب باشه یا اینکه تایتلش خوب باشه، پرستیجش خوب باشه، ولی یه موقع وقتی که توی کار قرار میگیریم میبینیم تازه متوجه میشیم من اصلا دوست ندارم کاری بکنم که هر روز every day I have to do the same thing over and over and over. This is boring. برعکس یه کس دیگه ممکنه بگه نه من دوست دارم یه کاری باشه که دوست ندارم هر روز هی کارم عوض بشه، اون ورایتی رو دوست ندارم. به من بگین چی کار قراره باید بکنم، هر روز برم همون کار رو انجام بدم. پس و خیلی چیزای دیگه هستش که من فقط دو سه تاشو گذاشتم، ولی این توی این تستایی که ما میدیم اینا همه مشخص میشه، معلوم میشه که چه چیزایی برامون مهم هستش. میبینین من خیلی دارم تخت گاز با سرعت میرم برای اینکه دوستان دیگه ای داریم. کانکلوژنمون چی هستش؟ اینکه اجازه بدین بچه‌هاتون اون چیزی رو که پشن دارن، اون چیزی رو که دوست دارن انجام بدن. دیگه اینکه invest in your children، اون اینوستمنتی این همه خرج ما گیماشون میکنیم. اکثر ماها تلفن‌های بچه‌هامون خیلی فنسی تر از تلفن‌های خودمون هستش. این چیزایی که خرجشون میکنیم برای اینکه عادت داریم، ولی اینکه invest بکنیم تو education بچه‌هامون، این long term it pays off. برای اینکه پول دانشگاه گرونه و بچه ها از این شاخه به اون شاخه که رشته عوض میکنن خودشون دیساپوینتد میشن، گیج میشن و یه موقع اصلا گیو اپ میکنن، فکر میکنن اصلا من به درد درس و مدرسه نمیکنم، بهتره برم کار بکنم. دیگه اینکه دو یور ریسرچ، وقتی که یا با یه ایژوکیشنال کانسالتنت صحبت بکنین و یا با یه کالج کانسلر صحبت بکنین. و 50% کسانی که من توی پرایویت پرکتیس هم میبینم در ضمن کسانی هستن که قبلا با کسی دیگه صحبت کردن، فیرم دادن، ولی متاسفانه کسی نبوده که توی این کار تخصص داشته باشه به عنوان شغل حرفه ایش. و فقط اینو میگم، نه منظور این نیستش که تبلیغ برای کار خودم باشه، چون صدها نفر هستن که صد برابر از من بهتر هستن، ولی این خیلی مهم هست شخص رو انتخاب بکنین که رشته تحصیلیش این هستش و هر روز داره تو این کار کار میکنه. به خاطر اینکه فقط به عنوان مثال میگم، من که کالج کانسلر هستم هر سال کالج چندین هزار دلار خرج میکنه که منو توی کنفرانس های UC سیستم، Cal State سیستم، USC، Pre-Med، Pre-Dent توی اینا بفرسته که اطلاعات من up to date باشه. پس فرقش مثل این که شما وقتی که بچه تون دستش میشکنه پلوی یه دکتر ببرینش یا پلوی یه شکسته بند که بقالی هم داره ببرین، به عنوان مثال میگم. بنابراین do your research و با آرزوی موفقیت برای تمام فرزندانتون.